بچه ها امروز میخوایم با هم دیگه یه برنج قالبی همراه با یه مرغ زعفرونی فوق العاده خوشمزه درست کنیم. امیدوارم که با من همراه باشین. مواد لازمش: مرغ، روغن، آب، پیاز، لیمو ترش، زرشک، زعفران، کره، نمک، فلفل، دارچین و زردچوبه است. این میزان مواد برای دو نفره. شما اگه بخواید برای تعداد بیشتری درست کنید باید به این مواد اضافه کنید. برای شروع میان پیازمونو مردش میکنیم. من پیازمو نگینی خرد میکنم، شما میتونید به صورت درشتر خردش کنید. اینجا میام تاومونو میذاریم رو گاز، یکم کره، یکم روغن میریزیم که کره نسوزه. مرغمونو به مایتابه اضافه میکنیم تا یکم سرخ بشه. سعی کنید مرغتونو وقتی میخواید سرخ کنید حتما خشک خشک باشه، با آب نباشه. یعنی مرغتونو بشورید بعد بذارید. میتونید از قبل مرغتونو با ادویه های گفته شده مزه‌دار کنید و سرخ کنید. اینجا خیلی مرغتونو سرخش نکنید چون تو مراحل پختم مرغمون سرخ میشه. میتونید از ادویه کاری هم استفاده کنید ولی من توصیه نمی کنم چون میخوام تو این غذا کامل روی زعفرون غالب باشه. همانی که مرغتون رو شستیم بذارید بخواید توی سبد آبش گرفته بشه که وقتی میخواید سرخ کنید خوب طلایی بشه و به خاطر آبی که داره روغن زیاد پاشیده نشه. گفتم باز نیاز نیست این مرغ زیاد سرخ بشه، به همین حد که سرخ شد کافیه. الان مرغمون به حد کافی سرخ پس توی ساده درش میاریم و پیاز خود شده اونو به ساده اضافه کنیم. حرارت گاز رو کم کنیم تا پیازتون نسوزه. اینجا یکم زردچوبه به مرغمون اضافه میکنیم، به پیازمون اضافه میکنم. همینقدر که یکم پیاز سبک شد کافیه. یکم نمک، یکم فلفل. اینجا میاد صرفیو که قراره مرغمون رو توش بار بزنیم میذاریم روی گاز. یکم از پیازمون میریزیم توی ظرف، مرغمون رو میذاریم توی پیاز. مرغمون یکم نمک و فلفل، یک کوچولو
دارچین و زعفران و آب. حدود یه لیوان آب میریزیم، آبی که یک کم هم زعفران داره، و باقی پیاز رو روی مرغمون خالی میکنیم. در ظرف رو میذاریم، حدود نیم ساعت دیگه میایم و مرغ رو برمیگردونیم تا طرف دیگه شم پخته بشه. حدودا یک ساعت میکشه تا مرغمون پخته بشه و غلیظ بشه. تا مرغمون پخته بشه و اینجا زرشکمون رو سرخ میکنیم. از یک کوچولو کره یکم روغن. من از قبل سرشکم رو یکم تو آب خیس کردم، بعد شستم، گذاشتم کاملا روی دستمال خشک شده. کره که آب شد سرشکم رو اضافه میکنم. سرشک خیلی نباید تف بخوره. یکم شکر، اگه دوست نداشتید میتونید شکر رو حذفش کنید. سر کنید تا آب بشه. اگه شکر اضافه کنید زرشکتون براق تر میشه و یه طعم ملس پیدا میکنه. یکم که سرخ شد یکم از زعفرونم سرشکمون آماده است. میذاریم تا غذامون آماده بشه، بعد به غذامون اضافه میکنیم. خب الان اواسط پخته مرغ زعفرونه که من خواهم برش کردیم تا این طرف مرغمون یکم از پیاز و موادی که تو قابلمه هست روی مرغمون میریزیم. درش رو میذاریم تا مرغمون کامل بپزه و جا بیفته. این مرغ زعفرونمونه که در حال پختنه. 10 دقیقه آخر پخت، یکم زعفرون زرشکی که سرخ کرده بودیم. زرشک مزه خوشمزه ای به مرغ زعفرونی میده و یکم آب لیمون تازه. بذاریم بپزه تا از آمون جا بیفته. حتما این غذا رو درست کنیم و از مزه خودش لذت ببریم. این مرغ یه مزه فوق‌العاده متفاوت داره با مرغ‌های دیگه.